باز هم ادامه برنامه سفردا و بخش اخیر برنامه هست و میپردازیم به کامنت ها و نظریات شما از آنی که از طریق فیسبوک سفردا نظریاتون رو با ما ابراز کردین. حالا هم میپردازیم روی موضوعی که ورزش بود، که ورزش چقدر مفید است و چقدر با ارزش است در زندگی روزمره ما و شما، چقدر روی اخلاق تأثیر گذار هست. ما این کامنت ها رو فعلا به خانش میگیریم. بله، تشکری میکنیم از همه شما عزیزان که همه روزه کامنت های زیبایتان همچنان برای ما میفرستین. و اولین کامنت هم از حاجی امیر هست که گفته سلام، صبحتان بخیر. البته امروز موضوع خیلی خوبی را انتخاب کردید در مورد ورزش. من خودم واقعا خیلی به ورزش علاقمند هستم و هر روز ورزش میکنم، چون ورزش باعث تندرستی و صحتمندی میشود. همچنان نکته دیگر که قابل ذکر است در مورد ورزش، ورزش باعث اخلاق لطیف در نزد هر شخص میگردد، چون که به همین لحاظ همه اخلاق ورزشی یک ورزشکار را مثال میزنند. بله، سپاس از حاج امیر بابت کامنت زیبایشان و بابت همکاری همه روزشان. بله، و کامنت بعدی از بنده خدا است، یک بنده خدا است که کامنت دادن. حالا خیلی تشکر میکنیم از این بنده خدا. گفتن که سلام، صبح زیبایتان بخیر. بررسی ها نشان میدهد انجام تمرینات ورزشی منظم و روزانه ذهن را خلاق بار می آورد و گردش خون در مغز شما را بیشتر و شما را نسبت به محیط اطرافتان حساس تر می کند. گفتنی است افزایش گردش خون و حالت بدن در حین انجام تمرینات ورزشی و فعالیت های فیزیکی باعث تحریک مغز می شود و قدرت مغزی را بیشتر می کند. گفتن نتایج مطالعات نشان می دهد برای رهایی از بیکاری می توانید روز نیم ساعت ورزش کنید تا حس امید و زندگی و افزایش اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید. خیلی تشکر از بنده خدا. بله، کامنت بعدی هم از محمد عظیم حسینی از دمی امشد، مخفف محمد باشد. یعنی محمد عظیم حسینی گفتن که فایده های دیگر ورزش روزانه آن است که بعد از گذشت مدتی دیگر بدنتان به این نتیجه میرسد که حرکاتی که انجام میدهید ورزش نیست، بلکه بخش از برنامه روتین روزانه زندگی شما است. بله، سپاس از آقای محمد عظیم حسینی بابت کامنت زیباش. بله، و کامنت بعدی از آقای رحمت رامش منیب هست که نوشته کرده با سلام و درود خدمت شما عزیزان، گوینده و گرداننده. در نخست باید گفت که ورزش صحتمندی را به بار میاره و صحت هم ثروت است. در طول روز ورزش میکنم، اما در هفته دو بار ورزش داریم و این دو بار هم به آوردن خلق خوش خیلی ها کمک میکند. از نگاه خستگی ذهنی و روانی در امان نگهت میکند. زمانی که ذهن و روانت آرام بود طبیعتاً که رفتار مناسب می داشته باشه. خیلی تشکر از آقای رحمت رامش منیب. بله، کامنت بعدی هم از خانم محبوبه راستین هستن که گفتن سلام خدمت شما دو نازنین، سلامت باشین. در جواب باید گفت بله، من روزانه اول صبح به مدت نیم ساعت سپورت می کنم، همانطور که می گویند ورزش ضامن سلامتی است. دقیقاً من این جمله را تایید می کنم و به نظر من بر علاوه فواید صحی ورزش، یکی از خوبی های دیگر ورزش کردن به باور آوردن صبر و خونسردی و یا هم به اصطلاح دیگر نرمخویی و خوشخلقی است. بنابراین انسان های ورزشکار همیشه صبور و خوش برخورد هستند. بله، سپاس از خانم راستین بابت کامنت زیبایشان که همه روزه کامنت هایشان برای ما میایه. تشکر از شما. بله، و کامنت بعدی از نجیب حیدری هستند که نوشته کرده با سلام و درود حسینی صاحب عزیز و همکاران عزیز شما، صبح زیبایتان مبارک. نجیب الله حیدری از برزیلیا پیام گذاشتم، امو کشور برزیل است و گفتن ورزش ضامن صحت جسمی، روحی و روانی است. با ورزش میتوان با انرژی و قوتی بیشتر به سوی پلانهای آینده حرکت کرد. ورزش نه تنها شکل جسمی و ظاهری انسان را با صحت و شادابی آرسته میسازد، بلکه روح و روان انسان را نیز از قید افسردگی و پریشانی آزاد میسازد. تفکر، جسم، روح و روانتان را با ورزش زیبا سازید. خیلی تشکر از نظر خیلی نکتان آقای نجیب الله حیدری. بله، و کامنت بعدی هم از
مشتبای شفیق هستن که گفتن سلام خدمت تمام کارمندان تلویزیون راه فردا، سلامای ما را هم پذیرا باشین. گفتن ورزش باعث صحتمندی و قوی شدن بدن انسان در مقابل انواع میکروب ها میگردد و همچنان کمک میکند تا بتوانیم کارهای روزمره خود را به خوبی مدیریت و به پیش ببریم. ورزش ضامن سلامتی است و سلامتی هم پادشاهی. دقیقاً بح بح. خیلی یک نظر عالی داشتن اینا همچنان. و کامنت بعدی هم از مصطفی طه است که نوشته کرده بله، ورزش به تمامی گونه های فعالیت فیزیکی بدن گفته می شود که شرکت کنندگان آن می توانند به صورت منظم یا گاه بیگاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان و تعادل روان و یا فراهم آوردن سرگرمی و تفریح بهره ببرند. ورزش می تواند به صورت رقابتی برگزار شود که در این صورت باید بر پایه رشته قوانین باشد که مورد توافق همگان باشد که یک یا چند برنده در آن مشخص می گردد. گفتن ورزش به دو دسته کلی تقسیم می شود، ورزش انفرادی و ورزش تیمی. انتظارات اخلاقی از ورزشکاران، احترام به مربی، همتیمی، داور، حریف و تماشاچیان، تواضع و خشوع، انتقال آموزه های اخلاقی و تازه کارها، رعایت ادب و شؤونات فرهنگی و شرعی، کنترل خشم و پرهیز از خشونت، احترام به قوانین بازی، پوشش مناسب متناسب با هنجارهای اجتماعی، دوری از اوپنگ و بازی ناجوانمردانه، رعایت مسائل محیط زیست و غیره. و همچنان یک شعر هم فکر کنم نوشته کردم. بله. ماشاءالله خیلی کامنت دوردراز، من کم کم خسته میشم. هرچند پیری و زهیری هم هست، کامنت کاش خانم مصباح میخوان خیلی بهتر بود. بله، سپاس از آقای طه بابت کامنت زیبایشان که از این بعد انشالله کوتاه‌تر بنویسین و بله. که ما هم بیشتر بتانیم. خسته نسازیم، ما پیر زهیر هستیم براده. بله، سپاس از آقای طه. بله، کامنت بعدی هم از خانم شیبا دانش هستن که گفتن سلام خدمت مجری موفق و نازنین ما. از آنجایی که من میدانم ورزش منظم میتواند خلخویی ما را بهبود بخشد، در کل برای سلامت روان ما خوب است، استرس را کم میکند، عواملی مانند فشار کاری مشکلات شخصی را کاهش میدهد. کسانی که به طور منظم ورزش میکند پر انرژی است، چون ورزش میتواند تحرک انعطاف پذیری را افزایش دهد. بله، سپاس از خانم شیبا دانش بابت کامنت زیبایش. بله، کامنت بعدی از خانم منصور حساس هستن، خیلی تشکری میکنیم از کامنتشون. نوشته کرده که سلام و درود خدمت شما آقای حسینی و همکارتان. باید گفت که صحت ثروت است. کسی که میخواهد صحتمند و سالم باشد باید ورزش را حتما در اسکیجول روزمره خود جای دهد. ورزش کردن باعث آرامش اعصاب هم می شود. بله، خیلی تشکر از خانم منصوره حساس بابت کامنتشون. بله همکارا، اگر برای ما بگن که یک کامنت دیگر هم بتونیم بخونیم. خب، کامنت بعدی هم از آقای سعید نگزاد هستن که گفتن سلام خدمت شما. همانطور که گفته شده ورزش ضامن سلامتی است. باید هر شخص روزانه برای ورزش کردن یک وقت مناسب انتخاب کند تا سلامت و دور از امراض و صحتمند باقی بماند. همانطوری که بالای صحت ما تاثیر مثبت دارد، بالای ذهن و ذکاوت ما هم تاثیر خود را دارد. قسمی که گفتن عقل سلیم در بدن سالم است. وقتی که بدن سالم باشد، ذهن و ذکاوت ما به درستی وظایف خود را انجام می‌دهد. ورزش فواید زیادی دارد. باید هر شخص روزانه یک تایم مشخص ورزشی داشته باشد تا اینکه صحتمند بماند. با احترام از برنامه خوبتان. سپاس بله. از آقای نیکزاد بابت کامنت زیبایشان که همه روزه برای ما میفرست. بله، و تشکر میکنیم از کامنت های زیبا و قشنگ شما. البته یک کامنت دیگه هم باقی مانده از دوستا به نام آقای خلیل بشارت خلیلی که کامنت کردن، گفتن ورزش نمودن همانند ستون مقاومت در یک منزل و یک ساختمان که پایه های ساختمان را مستحکم و پایدار نگه داشته است. بله. ورزش صبحگاهی ویژگی ها و منفعت زیادی دارد. از یک طرف آغاز روز با نشاط و شروع، یعنی با نشاط شروع می شود، و از طرف دیگر به انسان نیرو و
قوت و قدرت بیشتر میبخشد. البته کومنتش طولانی هست، من قدرش فقط به خانش گرفتم چون وقت کاملا تمام شده و ناگزیر که بازیان ما خداحافظی بکنیم. خیلی سپاسمندیم از کومنت های هر یک شما زن. روزتان خوش، خدا نگهدار. ممنون شما، وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.